درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم تخت جمشید همراه پدر و نمیخوام برم داخل، میخوام اطراف تخت جمشید رو بهتون نشون بدم، یه توضیحاتی در مورد این سکوی تخت جمشید یا آرامگاه نیمه تمام هست و یه قسمت توی جنوب تخت جمشید یه سری ساختمون هست اونجا رو بهتون نشون بدم و معدن تخت جمشید تو قسمت شمالی. با من همراه باشید تا آخر ویدیو. جای دیدنی رو میخوام بهتون نشون بدم، جایی که خیلی ها نمیرن، سریع تا میان تخت جمشید از این پله ها میرن بالا و فقط میرن داخل تخت جمشید رو میبینن. این قسمت ارگ پارسه یا تخت جمشید و اینجا هم آرامگاه نیمه تمام. خب الان 500 متری جنوب تخت جمشید هستیم، آرامگاهی که پشت سرم هست آرامگاه نیمه تمام که احتمال میدن مربوط به داریوش سوم هخامنشی باشه. بریم از نزدیک ببینیم. این قسمت رو میبینید که مثل معدنهایی که رفتم بهتون نشون دادم، نحوه برش دادن سنگ رو اینجا کامل میبینید که به صورت همون راهروهایی که ایجاد میکردن اینجا هم همین کار رو کردن تا این سنگ رو برش بدن و برسن به اونجا که حالا اون قسمت بالایی رو فقط درست کردن که حالا میریم از نزدیکتر میبینیم. کاملا جای قلم ها روی سنگ ها مونده. این قسمت همون راهرویی که اگر فیلم معدن ها رو دیده باشید، هم معدن الماسباری و هم معدن مجدآباد توش کامل توضیح دادم. اینجا مشخصه اینا رو قطع قطع میکردن، این راه رو ایجاد میکردن و سنگ رو برش میدادن. این هم که قسمت اصلی که دیگه همون قسمت رو فقط تراش داده بودن که متاسفانه دیگه نیمه کار مونده. حالا یه احتمال دیگه هم میدن که مربوط به اردشیر دوم باشه و به خاطر این رگه‌ای که اینجا بوده این آرامگاه رو دیگه درست نکردن. این نقشای کناری رو هم حتی درست کرده بودن که ببینید فقط برجستگیش رو درست کردن و اون ریزیکاری ها رو هنوز درست نکرده بودن. همه آرامگاه پادشاه های هخامنشی به همین سبک بوده. ویدیو نقش رستم رو اگر ندیدید برید ببینید، کامل توضیح دادم توی نقش رستم، کامل همه آرامگاه ها رو توضیح دادم، این بالا رو توضیح دادم که چی به چی بوده و کلن این قسمت بالایی نقش پادشاه، فرکیانی، آتشدان، قسمت پایینی اینجا اون ورودی آرامگاه میشده و یه قسمت دیگه هم پایین درست میکردن که اونو دیگه خالی میذاشتن. یه تفاوتی هم که داره اون قسمت بالاییش رو اگه ببینید نسبت به بقیه آرامگاه ها، مکعب های سنگی رو که تراش دادن و گذاشتن تا اونجا رو بتونن درست کنن. خب این قسمت برزن جنوبی بهش میگن و احتمال میدن که قبل از تخت جمشید درست شده که حالا نظارت داشتن بر تخت جمشید. اینجا اصلا حالا پادشاه یا سران دولتی اینجا میومدن میموندن و نظارت داشتن بر ساخت و ساز تخت جمشید. قسمت هم که پله هست و اینا هم کنگره. توی تخت جمشید هم از این نمونه هست قسمت پله ورودی. خود میراث فرهنگی دور دیوار قدیمی این قسمت رو، حالا میبینید این آجرها جدیده، دور دیوارهای قدیمی رو آجر گذاشته که اون خشتای مربوط به دوره هخامنشی تخریب نشن. این هم یه پله دیگه. چقدر قشنگ درست کردن، کمی بهتر نشون بدم بهتون.
نوع تراش و چه با ظرافت تراش داده شده. این قسمت ستونایی که تو این قسمت بوده ستونای چوبی بوده، ستون سنگی نبوده. خب این قسمتی هم که برزن جنوبی، یه عکس هوایی میذارم کاربریش رو بهتون میگم. این قسمت اولی که مشخص کردم کاخ دروازه هست، این سه قسمت مذهبی بوده، سه قسمت دیگه مسکونی بوده و اون آخری هم یه حوض یا استخر هست. کلن این قسمت کوه بوده یه مقداریش که حالا خواستن تراز کنن، صاف کردن، شکوندن سنگا رو و با حالا همین آوار همین سنگایی که از این کوه شکوندن جایی که خالی بوده رو پر کردن و قسمت بیرونش رو هم یا همون نماش رو با این سنگای خوشتراش روی هم چیدن بدون ملات. بریم حالا از نزدیکتر ببینیم نشون بدم بهتون چقدر زیبا این سنگا رو روی هم دیگه چیدن و درست کردن. بریم یه کتیبه است که بزرگترین کتیبه تخت جمشیده اینجا از این قسمت جنوبیه که ورودی تخت جمشید توی زمان داریوش بزرگ هخامنشی احتمال میدن که اینجا بوده و توی دوره خشایارشا اون دروازه جدید رو که پله‌هایی که ورودی هست میان تو دروازه ملل ورودی رفته اونجا و اینجا رو دیگه پر کردن. خب این قسمت ورودی اول تخت جمشید بوده زمانی که داریوش بزرگ اینجا رو ساخته. 4 تا کتیبه است که بزرگترین کتیبه تخت جمشید هم همین قسمت است. 2 تا کتیبه سمت چپ به فارسی باستان نوشته شده، 3 ایلامی و 4 هم به بابلی. توضیحاتی که داریوش توی این کتیبه ها نوشته، یه قسمتش مربوط به این بوده که از خدا خواسته که سرزمینش رو از دشمن، سال بد و دروغ حفظ کنه. یه قسمتی از کتیبه باز در مورد ایالت ها و سرزمین هایی بوده که تحت سلطه هخامنشی بوده توی زمان داریوش بزرگ و یه قسمتی دیگه در مورد اینکه این ارگ رو داریوش ساخته و قبل از اون هیچ چیزی اینجا نبوده، هیچ ارگ یا دژی اینجا نبوده. خب این قسمت حالا سکو رو بهتون نشون بدم که به چه شکل ساخته شده. این قسمت رو اگر توجه کنید سنگ کوه هست و اینجاها دیگه اون سنگایی که تراش دادن و گذاشتن. باز بیام این قسمت باز سنگ کوهه. میبینید کاملا مشخصه دیگه سنگای مکعبی رو اینجا گذاشتن، اینجا رو برش دادن که این سنگا رو بتونن بذارن. قسمت پایینی هنوز جزو سنگ کوه هست. عظمت سنگا رو نگاه کنید چقدر بوده. این قسمت رو دیگه هنوز هم فکر کنم اگه حفاری کنم برم پایین هنوز زیر سازی شده که تا الان بعد از 2500 سال تکون نخورده. این قسمت رو هنوز تراش نداده بودن. میبینید تفاوتش رو با اون قسمت. اون قسمت تراش خورده ولی این قسمت هنوز در حال تراش بوده. یه چیزی که اینجا خیلی جالبه، قلمی که کار میبردن سر نبش دیوارهای سنگها خیلی ظریف‌تر و اصولی تر کار میکردن تا قسمت های دیگه. اینجا به خاطر که نبش این سنگ ها نپره از قلم های ظریف تری استفاده میکردن. ببینید این سنگ قسمت اینقدر نازک باز اینجا رو هم تراش میدادن که مشخص نشه که سنگ ها رو هم دیگه هست.
این قسمت از تخت جمشید هم مشخصه که اون زیرسازی به چه شکل انجام میشده، سنگچینایی که انجام میدادن زیر این سنگای تراش خورده. این قسمت هم که سنگ کوه هست و در حال تراش بودن اینجاها که دیگه نیمه تمام رها شده. تخت جمشید از سال 518 قبل از میلاد زمان داریوش بزرگ هخامنشی شروع میشه ساختش و تا آخر دوره هخامنشی هم ادامه داشته. حالا بعضیا میان میگن نیمه کار مونده و تخت جمشید نمیدونم یه بنای نیمه تمام هست، ولی اینطور نبوده. تا آخر دوره هخامنشی این سازه، این ارگ در حال ساخت بوده. هر پادشاهی میومده یه چیزی رو میخواسته اضافه کنه و یادگار بذاره از خودش در اینجا. قسمت هم شمال تخت جمشید است، یک معدنی که میبینید سنگا رو برش دادن اینجا هم و استفاده کردن برای ساخت تخت جمشید. اینم شیارهایی که استفاده میکردن برای برش. یه چیزی هم که یادم رفت بگم، مساحت سکو یا همون مساحت کل تخت جمشید حدوداً 125,000 متر مربع است، بیشتر از 12 هکتار. طولش حدوداً 450 متر و عرضش هم 300 متر. نظر چی بود با امروز در مورد گشت امروز؟ امروز واقعاً خوب بود. مسیری که رفتیم و این جایی که نشون دادیم الان تو فیلم مشاهده میکنین، جایی بود که قبلاً نرفته بودیم. کسی هم واقعاً توجه نمیکنه. دیدنش خالی از لطف نیست. دو تا ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید ببینید، یکیش معدن سنگ الماسباری و یکیش هم معدن سنگ مجدآباد است که توضیح دادم کامل که سنگا چطور برش داده میشه و از کجا سنگایی که تخت جمشید رو ساختن آورده شده. این گوشه بالا میذارم، کلیک کنید روش و برید و لذت ببرید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی، فعلا.